درود بر بینندگان گرامی، مهران ملکی هستم. برنامه ناگفته‌های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی به طور زنده از طریق اسکایپ برای شما اجرا می‌کنم. امروز شنبه 2 اکتبر مطابق با 10 مهر ماه هستش. خیلی حضورتون عرض کنم که در واقع 10 مهر ماه جشن مهرگانه. من یه توضیحی خدمتتون در رابطه با جشن مهرگان بدم. ابتدا فقط 10 نیستش، خدمتتون بگم که مهرگان یا جشن مهر یکی از جشن ها و مراسمی است که برمیگرده به 4000 سال پیش، یعنی قدمتش برمیگرده به 2000 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی همون 4000 سال پیش. و این جشن در کل چندین روز به درازا میکشه، یعنی از اول مهر ماه تا 16 مهر ماه. در جای جای ایران در مناطق مختلف روزهای مختلف این جشن رو برپا میکنن. مثلا در خراسان همون اول مهر ماه به گفته فردوسی بزرگ و ناصر خسرو، دو شاعر بزرگ ما، اول مهر ماه این جشن شروع میشه. اما موضوعتون از کنم که در تاریخ اوستایی 10 مهر ماه رو جشن میگیرن، با جشن مهرگان رو. و به حال و در نوشته های دیگه هم آمده که 16 مهر ماه رو روز جشن مهرگان قرار دادم. این جشن هم مثل جشن نوروز در واقع شب و روز به یک یعنی طول شب و روز به یک اندازه است، با هم برابر میشن. نوروز هم شب و روز با هم برابر میشن. در مهرگان هم که اول پاییز هستش، شب و روز اول مهر برابر میشن با هم. یعنی جشن در واقع همزمان برابری شب و روز هستش، یا جشن یا اعتدال در واقع مهرگان هستش، برابر مهر هستش، اعتدال پاییز هستش در واقع. حضورتون عرض کنم که گفتم در خدمتتون، در حال آتش زرتشتیان ما این جشن رو 10 مهرگان برپا میکنن، یعنی همین امروز برپا میکنن. و اما گفت درگاه شمار جلالی که حکیم عمر خیام اون رو تهیه کرده در زمان سلطان جلال الدین سلجوقی، روز 16 مهر ماه رو روز مهرگان یا جشن مهرگان قرار دادن در اون تقریب. دیگه راجع به قسمتش هم گفتم خدمتتون. و دیگه اینکه چی بود راجع به صحبت کنم، این جشن در دوران شاهان باستان برپا می شده، در دوران هخامنشیان که برپا می شده، ولی فردوسی بزرگ اون رو برمی گردونه به خیلی عقبتر. یعنی در اشعار فردوسی اینطور آمده که پیروزی کاوه آهنگر که بر ضحاک میشوره، یعنی شورش میکنه که پسراش رو همه رو سر بریده بوده و مغزشون رو در آورده داده بوده به این دوتا مارهای سرشونش، کاوه آهنگر انقلاب میکنه دیگه، میشوره بر علیه ضحاک و میرن به دنبال فریدون که از به قول فردوسی تخمه پادشاهان بوده، او رو پیدا میکنن و میارن فریدون به اتفاق کاوه آهنگر و کسانی که واقعا این در طول مدت 1000 سال سلطنت ضحاک بسیار زجر کشیده بودن، یکی میشن و به جنگ با ضحاک میدن و فریدون موفق میشه که ضحاک رو شکست بده و او رو در کوه دماوند به بند بکشه که
چون این مارهای سر دوشش باید هم مرتب مغز جوانان رو میدادن، وقتی که مغز کسی رو نمیدادن مغز خود ضحاک رو میخوردن دیگه، اونجا به بند میکشدش، بعد هم مارا سرش رو مغزش رو میخورن و میمیره. در حال ایران از این در واقع زورگویی و فشار و اختناق ضحاک نجات پیدا میکنه، مثل ضحاکیانی که الان بر ایران فرمان روایی میکنن و لازم میکنید. و در همون روز فریدون بعد از اینکه ضحاک رو به بند میکشه در کوه دماوند، بعد چیکار میکنه؟ تاج کیانی رو به سرش میذاره و پادشاه، رسمن پادشاه ایران میشه، که فردوسی بزرگ در این باره در میگه که شعرش طولانیه ولی من چند بیتش رو میگم. میگه فریدون چه شد بر جهان کامکار، یعنی چون کامش بر اومد و درست شد موفق شد، ندانست جز خیشتن شهریار، به غیر از خودش دیگه که کسی رو پادشاه ندونست و واقعا نداشتیم. این بود خبر. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهادن کیانی کلاه. تاج کیانی کلاه. به هر حال این هم از مهرگان. مهرگان رو که امروز دهم مهر ماه هستش، به همه همیهنان عزیز زرتشتی در هر کجای جهان که هستن، به ویژه در داخل ایران که خیلی تحت ستم هستن میدونم، شاد باش میگم. و به همه ایرانیان وطن پرست، چون این جشنهای ملیمون رو ما باید برپا بکنیم تا چی بشه؟ تا اون فرهنگ و مدنیت پر افتخار گذشتمون رو دوباره برقرار بکنیم و دست این ضحاکیان رو، این حکومت اسلامی رو کوتاه بکنیم از ایران و ایرانی. لازم کنید در تاجیکستان این امام علی رحمان رئیس جمهورش تمام این جشنها رو برپا میکنه، اون خودش رو ایرانی میده و ایران هم بوده دیگه، اون قسمت جزوی از خراسان، بخش از خراسان بزرگ بوده. لازم کنید این جشن مهرگان اینا رو جشن میگیرن و چه بساطی و اینا. در ضمن به شما بگم مهرگان هم مثل نوروز سفره داره، سفره یعنی خان داره، سفره یا خان مهرگانی به رنگ ارغوانی هستش و میوه های قرمز مثل انار و سیب و انگور و حضورتون از کنم که انگور قرمز شاهدونه و از این آجیل هم همیشه سر در واقع سفره های نوروز، سفره های ایرانی وجود داره، هم مهرگان هم سده هم نوروز هم اینا. برحال و خوشبوگننده گلاب و آینه و شمع بر عنوان نشانه روشنایی و غیره. و برحال جشن مهرگان رو به همه وطن پرستان شاد باش میگم. از بنده سیاوش خان میخوام خواهش کنم بعدش با ما باشید، مطالب زیادی داریم که راجع به صحبت بکنیم. از بنده سیاوش خان میخوام خواهش کنم کلیپ شماره یک آهنگ مهرگان، جشن مهرگان رو بشنویم، برمیگردیم با شما هست.
می چکد خدا را از شاخه های زرین بر قله دماوند، مهر خجسته را بین هم پای گام پاییز، بر زورقی درفشان آمد که تازه دارند عهد وفای یاران. سلازد یاران مهربان را آمد که هدیارد افسونگر خزان را، آمد که باز گوید از کابه دلاور، از شاه آفریدون زحاک تیر گوهر. آمد که بر تو خواند آیین پهلوانی، اندر نبرد دیوان مردان جان فشانی. آنگه که کابه سر داد آواز سر بلندی، ضحاک شد به زندان در قاف دردمندی. آنگه که کاوه سر داد آواز سر بلندی، ضحاک شد به زندان در قاف دردمندی. آن روز سرفرازی یک روز مهربان بود، پیدایی بهاران بر قامت خزان بود. سر فرازی یک روز مهربان بود، پیدایی بهاران بر قامت خزان بود. آن روز سر فرازی یک روز مهربان بود، پیدایی بهاران بر قامت خزان بود. همیانان عزیزم، ببینید من مخصوصا به عمد این موسیقی رو میذارم، در واقع در رابطه با جشن مهرگان راجب مهرگان توضیح میدم هر سال، برای اینکه این تنها راه مبارزه ما با این حکومت عربی ضد ایرانی هستش که به شدت دشمن ما ایرانی ها هستن و به شدت دشمن فرهنگ و تمدن در واقع باستانی ما هستن. چون گفتم تنها راه مقابله با این رژیم یا با این اسلامیستای وحشی اینه که ما اون در واقع عرق ملی رو در مردم بیدار کنیم و اون فرهنگ و اون مدنیت پر افتخار گذشته رو بهش دست پیدا بکنیم و از اون طریق مبارزه بکنیم با این دین وارداتی و عواملش که به زور وارد ایران شدن و کشت و کشتارهای عجیب از ما ایرانی ها کردن. من یادمه که خب الان نزدیک 7 ساله که توی این رسانه ایران آریایی هستم، فکر کنم 5-6 ماه بود که اینجا بودم، من در رابطه با حمله عرب مفصل صحبت کردم در چندین بخش، به ویژه توی تلگرامم هم هست اگر خواستید برید نگاه کنید. و درست همون اون جنگ قادسیه که کسی نپرداخته بود بهش، خود جنگ رو در 5 برنامه بهش پرداختم که در 5 شبانه روز بود به حال، و اگر خواستید بگید دوباره راجبش سخن میگیم. برای اینکه واقعا کاری که این جمهوری اسلامی داره میکنه همین کار، همون کاری است که عرب در حمله به ایران کردند. لازم کنید اینکه
تمام در واقع مجسمه های ما رو شکوندند و از بین بردند و کتاب های علمی از قبیل تاریخ، جغرافی، ستاره شناسی که علم ستاره شناسی در ایران بسیار بسیار پیشرفته بود. ایرانی ها نخستین مردمانی هستند که اصلا گاه شمار ایجاد کردن، یعنی تقویم ایجاد کردن و مثلا نوروز جشنیست که اوه قدمتش به چندین هزار سال میرسه که در ایران برپا میشده، که واقعا در خیلی دقیق حساب کرده بودن درست موقعی که زمین یک دور به دور خورشید گشته و سال واقعا نو شده و آغاز بهاره، ملاحظه میکنید؟ و یا تقویم جلالی که در زمان سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی در قرن 4 هجری، یعنی 400 سال تقریبا بعد از حمله عرب ساخت که در واقع مغول ها به ایران حمله کردن، ادامه مغول ها بوده سلطان جلال الدین سلجوقی، سلجوقیان به ایران فرمان روایی میکردن، وزیر او خواجه نظام الملک او رو در واقع خیلی تشویق کرد که از دانشمندان بخوان که تقویم بسیار درستی رو تهیه بکنن یا گاه شمار درست تهیه کنن، که حکیم عمر خیام در اون زمان زندگی میکرد که یکی از بزرگترین ریاضیدانان و ستاره شناسان ما هستش، که فقط هم به علم ریاضی و ستاره شناسی وارد نبوده، حکیم هم بوده، پزشک هم بوده، فلسفه دان هم بوده، کتاب های مختلفی داره که ما متاسفانه به کتاب شعرش فقط آگاهی داریم و کتاب شعرش هم اصلا پنهانی نوشته بوده در زمانی که خودش بوده، چون اگر پیدا میکردن به جرم کافر و ملحد و اینها میکشتنش. به هر حال حکیم عمر خیام با تعدادی از ستاره شناسان ما در اصفهان رصدخانه‌ای رو تشکیل دادن و در اونجا خیام این تقویم جلالی رو نوشت، چون مخارجش رو سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی داده بود به تقویم جلالی معروف هستش. به هر حال خیام این تقویم رو تهیه کرد که همین امروز که اینقدر ناسا پیشرفت کرده و علم ساینس پیشرفت کرده و دانشمندان مختلف نمچیچی آپولو میفرستن و میرن میشینن تو مریخ و تو این و اون، این دقیق ترین گاه شماریست که وجود داره همین امروز، گاه شمار جلالی، گاه شماری که تقویم رو که در واقع خیام درست کرده، لازم کنید ایجاب کرده و تهیه کرده. قرار این ببینید که ایرانی ها چه فرهنگی داشتن، چه تمدنی داشتن، چقدر دانشمند داشتن، و این عمر میدونست که اگر در واقع چند سال از حملهشون بگذره نسل‌های بعدی که با این علم و دانش دوباره آشنا بشن، حتی از خود اعراب این در واقع دین رو کنار میذارن و به طور کلی بر میان به طرف در مدار فرهنگ و تمدن ایرانی قرار میگیرن و اصلا به طور کلی دینشون رو کنار میذارن، کتابش هم کنار میذارن، قرآن چیزی توش نداشت، مسخره بازی. ملاحظه میکنید؟ این بود که دستور داد که هر جا که تصرف میکنید، حالا چه ایران، چه بیزانس، چه مصر، هر جا که تصرف میکنید تمام کتابخونه هاشون و کتاب ها همه دستی بود، صنعت چاپ نبود، که تمام اینها رو بسوزونید، آتش بزنید، لازم کنید. مثلا کتابخونه بزرگ اسکندریه که 5000 نسخه کتاب دستی درش بود رو مال مصر رو آتش کشیدن که چند نزدیک 1 ماه میسوخت. یا کتابخونه دانشگاه جندی شاپور که مرکز علمی جهان بود، واقعا از کشورهای مختلف دانشجو می آمد در همین دانشگاه جندی شاپور درست شد در واقع تحصیل می کرد و به چندین زبان در اونجا تدریس می کردن. تمام این کتاب ها رو که در اطول گفتم با
پزشکی بود، تاریخ بود، جغرافی بود، فلسفه بود، علم ستاره شناسی بود، طب بود، اینا همه رو آتیش زدم، همه رو آتیش زدم. بعد از اون در دوران هارون الرشید دستور داد تمام دانشمندان خارزم رو، منطقه خراسان منطقه علم و دانش بود که اکثر دانشمندان و بزرگان ما در اون منطقه بودن و اکثر قیام ها هم بر علیه اعراب از همون خراسان ایجاد می شد و بلند می شدن. برحال دستور داد که در یک روز در خارزم تمام دانشمندان و بزرگان علم و ادب رو جمع آوری کردن و دستور داد از دم سراشون رو بزنن. سرا رو زدن، کتاب ها رو هم آتش کشیدن. که اصلا خود تاریخ طبری می نویسه یا مروج الذهب تاریخ خود عربا می نویسن، اینا هم می نویسن که اصلا این کار باعث شد که مردم خارزم امی بشن. امی یعنی چی؟ یعنی بی سواد بشن دیگه، یاد الف بارم بلد نباشن، بلد نسل های بعدی بی سواد بشن به طور کلی. ببینید چقدر مزور بودن اینا، چقدر این عمر و چقدر این سردارای عرب و چقدر این عرب در حین این که وحشی بودن و جنایتکار بودن و اینا، چقدر هم موذی بودن، مزور بودن که میدونستن چه باید بکنن که بتونن این دینشون رو جا بندازن در کشورهای پیشرفته و متمدن جهان اون روز. اگر نه در ایران بسیاری از اقوام وحشی به ایران حمله کردن، ولی بعد از مثلا هفتالیان یه قومی بود، اصلا حالا در این مورد نمیخواستم صحبت کنم و حواسم رفت به این موضوع، حالا اینم بگم بعد میریم سر سخن هفته. هفتالیان که در واقع یه قوم نیمه وحشی بودن به ایران دوران ساسانی حمله کردن، ایران تصرف کردن. اقوام وحشی همیشه تاریخ این رو میگه به ما، وقتی به تمدن‌های بزرگ حمله میکنن به خاطر اون خوی وحشیگریشون که چجوری جنایت میکردن و وحشیوار حمله میکردن پیروز میشدن. ولی همشون این اقوام وحشی بعد از مدتی وقتی در مدار فرهنگ و تمدن ایرانی قرار میگرفتن جذب این فرهنگ و این تمدن میشدن و بعد از مدتی بخشی از ایران و ایرانی میشدن، مردم این سرزمین میشدن. لازم کنید. ولی این عمر و این بعدش عثمان، بعدش خود این هارون الرشید و بقیهشون، اینا خوب میدونستن که اگر این کتاب ها رو نسوزونن این علما و این دانش، نه علما آخوندا رو نمیگم، عالمان واقعی که اهل علم و ادب بودن اینا رو از بین نبرن و این کتاب ها رو آتش نزنن، نه تنها خود ایرانی ها دوباره برمیگردن به همون مذهب و فرهنگ و دین و خودشون، بلکه این عربی هم که اینها فریبشون دادن و به هوای غارت کردن در واقع غنیمت گرفتن به ایران حمله کردن، اینها هم بعد از مدتی جذب این فرهنگ میشن و دین اسلامشون هم به باد میره، تموم میشه. بر همینم اینجور دستور دادن نابود بکنن. برحال و برای همینم امروز من میگم همیهنانم، نه امروز میگم، سال هاست، از سال 2000 که من برنامه داشتم در رسانه های فارسی زبان این رو گفتم، همیهنان من، تنها راه نجات ایران چیه؟ بیدار کردن عرق ملی و بازگشت به فرهنگ و تمدن پر افتخار دوران باستانمون هست، خودمون، یعنی ملیگرایی. ملاحظه میکنیم این نکات مثبتش رو بگیریم، ازش بهره بگیریم، استفاده بکنیم و برای مبارزه با این حکومت ضد ایران و ایرانی، کاری که اروپا کرد. چیکار کرد؟ رنسانسی کرد، از نکات مثبت تاریخ باستان یونان استفاده کردن. سایر کشورهای اروپایی که قدمتی نداشتن از مال یونان گرفتن. تاریخ باستان روم هم پر از وحشیگری و گلادیاتور و آدم کشی و آدم ها رو به جون هم میداختن، هم دیگر رو بکشن، اینا تماشا بکنن. از فرهنگ یونان وام گرفتن. ولی ما لازم نداریم که بخوایم از فرهنگ کشور دیگری وام بگیریم، چون فرهنگ ما خیلی بالاتر از فرهنگ یونان بوده در همون دوران باستان. خ
خود یونانی ها بسیاری از چیزهای فرهنگیشون رو از ما ایرانی ها بهره گرفتند و وام گرفتند. لازم میکنید؟ بنابراین ما کافیست که به همون مدنیت پر افتخار گذشته خودمون برگردیم، نکات مثبتش رو بگیریم، بهره بگیریم و برای مبارزه با این جنایتکاران. خب حضورتون عرض کنم، برای همینم یک بار دیگه مهرگان رو تبریک میگم به همه ایرانیان وطن پرست. خب حضورتون عرض کنم که این طالبان در افغانستان که قوغا میکنن، واقعا بدجوری قوغا میکنن، جنایت میکنن. این بایدنی که گفت با ما اینا عوض شدن، با مسالمت در کنار هم زندگی کنیم، اصلا اینا کوهیان، اینا اصلا وحشی بار اومدن، اینا اصلا انسان ندیدن، غیر از اون چی که به خوردشون دادن چیز دیگری ندیدن، بر همین اینا خیلی راحت جنایت میکنن، بسیار قسی القلب بار اومدن. الان من یکی از مدارس اینا رو نشون میدم، در دل کوها، دل کوه کندن، اونجاها رو مدرسه درست کردن و این بچه های کوچک آوردن، از کوچکی اونجا نشوندن، همینجور یکی یه قرآن جلوشون گذاشتن، اینا رو میخونن و وحشیگری و جنایت و غیر یاد اینها میدن. این فقط خود افغان ها نمیتونن این کار بکنن، یا پاکستانی ها، اینا هزینه های کلان میخواد برای این آموزش و ساختن این مدارس در دل کوها. اینها همین غربی ها هستن که اینها رو میسازن، تشکیل میدن و بعد از وجود اینا 10 سال 20 سال دیگه استفاده میکنن برای جنایاتی که امروز ما میبینیم دارن میکنن، که ما با این تعجب و حیرت میگیم اینا چطور میتونن این همه جانی باشن، چطور میتونن اینقدر دل سنگ باشن، اینجوری بارشون آوردن. ببینید یکی از مدرسان طالبان خیلی مهمه. شماره 2 از مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم. پاکر کی کمره جوری شوید لنده اندر گرام اندر گرام نمی غرده لنده اندر هلی اگر برا غرده تاسو کتیشی دا همه که بسیار ماشه دا یو دا بیا لارا ده سوران ده دا بکنان بلا درد گا ده کمان سوران ده ملاحظه کردین؟ در دل کوها اینا رو بار آوردن اصلا اینطوری. یعنی اینا وقتی که میان به شهرها، اتفاقا داشتیم با مهندسی آشخان صحبت میکردیم، اینا بچگی نکردن، ولی که وقتی که میان توی این شهرها، میرن توی شهر بازی، یا قدیما تو ایران میگفتن فانفار چی هم چیزی، اینا اون چیزایی که مال اسباب بازیایی که مال بچه هاست، اینا زوغ میکنن، میپرن رو اونایی که میپره بالا میپره پایین، روش میپرن بالا، مردای گنده گنده بارش و سیبیل زوغ میکنن، میخندن، میپرن بالا پایین، سوار تاپ میشن، تاپ میخورن، سوار سلسله میشن یعنی چون بچگی نکردن، حالا که اینا رو دارن میبینن زوغ میکنن و دارن بازی میکنن، بچگی میکنن. اینها غیر از اینکه در این کوها شلاق بخورن و اون قرآنی که یه خودش عوضی بخورن به قصد کشت بهش کتکشون بزنن و بعدم حضورتون از کنم که قسی القلب اینها رو بار بیارن، یه خوراکی به طور عموم همیشه بدون یه جور مینداختن جلوشون بخورن مثل حیوونا و بعدم کتکشون بزنن، چیز دیگری و بعد آموزششون بدن برای کشتار و بعد
اینجور اینها رو قسی القلب و وحشی بار بیارن و بعد اینا رو ببرن یهو تو شهر قاطی آدم ها، اینا اصلا زن ندیدن، قاطی زن ها و اینا، و بهشون بگن، بهشون از بچگی بگن که زن ها رو شما باید بزنین، شلاقشون بزنین. الان چیکار میکنن طالبان؟ الان دوباره زن ها رو به حراج گذاشتن به عنوان برده، چون میگن در اسلام بردهداری حلاله و باید هستش، وجود داره. دختر بچه ها رو گذاشتن، دختر بچه هر چقدر گریه کنه زاری کنه یه دم واسدن دارن آفر میدن که چند بخری، مثلا 5 تومن 10 تومن، حالا نم چقدر اینا رو بخرن. خود همین طالبانن که اینا در تمام مدت که تو این کوها بودن زن ندیدن که حالا اون زن ها رو اونجا میذارن، دختر بچه ها رو میذارن، اینا میخرن بهشون تجاوز کنن. اغلب این دختر بچه ها میمیرن وقتی که بهشون تجاوز میکنن این وحشی ها، چون بدن آمادگی نداره که رشد کافی رو نکرده، که تجاوز میکنن، خونریزی میکنن، میمیرن، یکی دیگه میخرن، یکی دیگه کنیزن دیگه برای اینا. بعد همون شلاقایی که خودشون زد خوردن بزرگ شدن، همون شلاقا رو به بقیه میزنن، به زن و بچه مردم. قلب تو وجودشون نداره، یه تیک سنگ واسه شون درست کردن، اینجور بارشون آوردن. و به شما بگم این کار خود غربی هاست، این هزینه کلان رو میذارن، اینا رو تو این کوها رو میترشن توش، این خونه ها رو درست میکنن، این سالن ها رو درست میکنن، بعد اینا رو اونجا بار میارن، وحشی هایی که شکل آدم هستن، بعد میندازن به جون مردم. بعد اون یکی بایدن میگه آره با مسالمت خیلی بهتر شدن، با مسالمت در کنارش زندگی کن، تو برو در کنارش با مسالمت زندگی کن. این اصلا مسالمت میفهمه؟ این خودش در زندگی خودش به عمرش مسالمت ندیده، فقط کتک خورده، تجاوزم شده بهش از طریق گنده ترا بزرگ ترا بهش. این چی بار اومده؟ یه وحشی که اصلا آدمیزاد ندیده، زن ندیده، دختر ندیده، دیوانه بازی در میانه، روانی اصلا، یعنی یه مشت روانی اب نرمال درست میکنن میندازن به جون مردم اون منطقه. وقتی میگه این طالبان، این القاعده است، همه شون یکی هست، طالبان، القاعده، داعش، بابا چه اختلافی دارن این از نظر نظریه مذهبی و نظریه سیاسی؟ هر سه سنی مذهب، هر سه حضورتون از کنم که میگن قوانین شرع باید کامل اجرا بشه، هرچی که گفتن، بردهداری، شلاق زدن، این اون دختر 8-9 ساله باش خوابیدن، ازدواج کردن، نمیدونم چند زنه، همه زنا باید مثل گونی بندازن سرشون، چهرهشون اصلا پیدا نباشه، اینا همه چیزایی که هر سهشون داره همینو میگن، دعوایی ندارن اینا با هم، اختلافی ندارن با هم. اینم غربی ها ستون علم کردن که فریب بدن مردم رو، فکر کنن که الان اینا میخوان با داعشی ها بجنگن، داعشی ها میخوان با اون یکی ها بجنگن. نه، هیچکی با هیچکی، این سه تا که با عین هم میمونن، داعش و القاعده و طالبان، هر سه. خود هیلری کلینتون هم گفت طالبان و القاعده رو ما ساختیم. خیلی خوب، داعش هم که ما میدونیم اوباما ساخته دیگه، زبان ریگان، ببخشید، زمان ترامپ کاملا مشخص شد دیگه، گفت ترامپ اصلا که اینا القاعده رو در واقع اوباما ساخته با همکاری جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی. خیلی خوب، پس اینا مردم بیچاره رو سر کار گذاشتن و چه جنایاتی میکنن در اون منطقه برای چپاول و منابع ملی اون منطقه. ببینید طالبان رو در شهر بازی تاپ دیدن، پریدن سوار تاپ شدن، چه خوشحالن. شماره 3 مهندس سیاوش خان اگر لطف بفرمایید. امیر سه وظیفه منم آجی جان محمد اسمانی یکی های برکم چه بچهد شهر رسواده فرخاد منطقه سده بارک مناوی هم. بله، دیدید
به قول من سرخی اینا بچگی نکردن و همین زوغ میکنن میپرن سوار تاپ میشن مردای گنده گنده. این واقعیت ها، یارو یکی از این طالبان رفته توی عکاسی این یارو چیزش هم دستش گرفته، نمیدونم اسمش چی، آر پی جی چیه فلان، خیلی گنده است در میده. اونجا عکاسه عکس بندازه با ما، عکاسه گفته 1 2 3 که به عکس بندازه، اینم فوری در کرده که اینم تو عکس بیفته. هیچی، عکاسی رفته رو هوا با خودش، عقل تو سرشون که نیست این بیچاره ها، که نذاشتن عقل تو سر اینا باشه. یه سری دیوانه روانی. خب همسر اشرف غنی، این رئیس جمهور خائن افغانستان، ببینید که فرار کرد رفت. آ مزک، تو در حکومت‌های جمهوری رئیس جمهور رئیس قوای سگانه است، تو گذاشتی رفتی، خب ارتشمون بی صاحب. میدونی باعث چقدر، به غیر از اینکه باعث شدی افغانستان بیفته دست این وحشی‌ها که اینها اینجور جنایت کنن، چقدر ارتشی‌ها به کشتن رفتن با این کاری که کردی؟ حالا خانومش رولا غنی دیده شده در فرودگاه دالاس داره خرید میکنه آمریکا. حالا از اونجا از اون فرودگاه به کجا میخواد بره نمیدونم. حالا شماره 4 مهندس سیاوش خان، این ممنون که عکسه، ببینید. بله، ایشون رولا غنی، همسر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در فرودگاه دالاس آمریکا در حال خریده. خیلی خائن بود این اشرف غنی. چی کردی تو با افغانستان؟ اومد اینجا آمریکا، رفت با بایدن صحبت کرد، برگشت یه هفته نکشید در رفت، رفت اونجا هم داد دست طالبان، ارتش هم خونسا کرد. خیلی ممنون مهندس سیاوش خانم که بیم داخل. خب حضورتون عرض کنم که این روزها جنرال میلیر که راجبی صحبت کردیم، که در واقع به ترامپ، در واقع به نوعی، حالا نمیدونم اسمش چی میشه، پنهانکاری کرده از ترامپ و با نانسی پلوسی یواشکی صحبت کرده و گفته آره اگه ترامپ بگه حمله کنین من نمی کنم و چه و چه. حالا این رو در کنگره، اون و چند تا ژنرالای دیگر رو در کنگره دارن در واقع باز و خاص می کنن که شماها رو چه حسابی نیروهای نظامی رو از افغانستان آوردین بیرون که باعث شدین، حالا اینا به فکر مردم افغانستان نیستن، به فکر امریکایی‌های خودشونن، باعث شدید اینقدر امریکایی اونجا بمونن و کشته بشن و نتونن بیان، شما باعث این مشکل شدید. حالا اینا دارن جواب میدن، یکیش همون جنرال میلیه که داره پاسخ میده و میگه که بعد سایر جنرال های بلند پایه ارتش آمریکا اینا میگن که ما به بایدن گفتیم که دست کم باید 2500 تا سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمونن، نه که این اتفاقات نیفته، حتی اگر لازم شد 500 یه مقدار دیگه سرباز هم باید اضافه به افغانستان برن، ولی بایدن قبول نکرد که هیچ و گفت همه باید بیاد بیرون. اینو بشنوید، شماره 5 هست مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم. During the past 20 years the men and women of the United States military along with our allies. پاسخ فرماندهان ارشد نظامی آمریکا به نمایندگان سنا. I am specifically directed. به بایدن گفته شده بود که 2500 نیرو باید در افغانستان بماند. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، که برای پاسخگویی در مقابل کمیته مسائل نظامی سنا در محل کنگره حاضر شده بود، به سناتور جمهوری خواه تام کوتون میگه شخصا این ارزیابی رو به اطلاع رئیس جمهور رسونده. بله، ارزیابی من در پاییز گذشته این بود و همچنان همینه که باید وضعیت رو در سطح 2500 نگه می‌داشتیم و اگر لازم به مذاکره می‌شد این تعداد میتونست تا 3500 نفر هم افزایش پیدا کنه. توصیه مشابهی که جنرال مکنزی، فرمانده سنتکام، نیز در بازجویی نمایندگان سنا تایید کرده که در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته. علاوه بر این، دو مشاور ارشد، لوید آستین، وزیر دفاع دولت بایدن، هم بر این امر تاکید کرده. او اعتراف میکنه از سقوط ارتش افغانستان با وجود آموزش‌های زیادی که دیده بودند غافلگیر شده.
در جلسه استماع سنا، فرماندهان ارشد آمریکایی اگرچه جنگ 20 ساله افغانستان رو شکستی راهبردی دونستند، اما بعد از این همه راهکار جلوگیری از سقوط این کشور به دست طالبان رو حضور در نهایت 3500 سرباز آمریکایی اعلام کردند. بایدن اما پیشتر گفته هیچ کدوم از اینها رو به یاد نداره. توصیه هایی که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید میگه مورد توجه قرار نگرفتن. اگه توصیه های ضد و نقیضی وجود داشته باشه، بنا به ضرورت توصیه برخی از افراد مورد توجه قرار نخواهد گرفت. جنرال میلی در بخشی از سخنانش در مقابل کنگره تأکید داشته که طالبان همواره یک سازمان تروریستی بوده و هست. We must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization. در همین حال گروهی از سناتورهای جمهوری خواه لایحه‌ای رو معرفی کردند که به وزارت خارجه دستور میده تا طالبان رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنه. لایحه‌ای که در صورت تصویب در کنگره فشار رو بر دولت بایدن افزایش میده تا علیه این گروه شبه نظامی پس از تصرف افغانستان در ماه گذشته اقدامات قاطعی صورت بده. رأی نشأت گرفته از قدرت مردم که توسط نمایندگانشون در تصمیم گیری های کلان کشوری تأثیر میذاره. بیت یوسفی، اتاق خبر. بله، ملاحظه کردید آقای بایدن افتضاح کرده، افتضاح. جنرالا بهش گفتن، جنرالای بلندپایه ارتش، رئیس ستاد ارتش، همون مارک میلی رئیس ستاد ارتش دیگه، که با دموکرات هم که خیلی میونه داشته دیگه، به این بایدن گفته که بابا جون باید دست کم 2500 سرباز آمریکایی بمونن تو افغانستان، اگه نه وضع به هم میریزه، حتی اگر لازم شد باید بیشترش هم بکنیم. حالا از بایدن میپرسن، میگه که من یادم نمیاد به من گفته باشن. خب پس آلزایمر داری؟ دوچار زوال عقل شدی؟ بلی که همه جنرال ها دارن همینو میگن، فقط مارک میلی نیست، اون یکی هم دارن میگن که این حرف رو به تو زدن، تو گفتی نه. حالا که میبینی خراب شده میگی نه یادم نیست همچین حرفی رو به من زدن، بس بیا بر کنار. اگه یه همچین مطلب به این مهم رو یادت میره، پس تو شایستگی اینو نداری که الان رئیس جمهور باشی. خب مطلبی که خیلی مهمه میخوام راجبش صحبت کنم اینه که ایاتون باشه، هفته گذشته من خیلی عصبانی بودم، در همین برنامه روز شنبه گفتم که آقای مایک پومپو وزیر خارجه دولت آقای ترامپ، ایشون رفته به جمع در واقع این مجاهدین خلق، گروه تروریستی مجاهدین خلق، و اونجا گفته که مردم ایران نه دیکتاتوری شاه رو میخوان، نه دیکتاتوری مذهبی رو میخوان، یه حکومت سکولار دموکرات رو از این حرفا رو میخوان. حالا تو جمع مجاهدین که همشون لچک بسرن، از اون فرماندهشون گرفته تا بقیهشون با اون عاشورای حسینیشون، میگه یه حکومت سکولار، حکومت سکولار از اینا میخوای. آخه نباید خودت بگی که با خود فکر کنی که خب من قسم این طرف رو باور کنم، یا دنب خروس رو، یا اون روسری لچکی که روسر همشونه. خب گفتم $30,000 انقدر یا نمیدونم چقدر، رقمش 30 بود، حالا هزار بود، میلیون بود، نمیدونم، بهش دادن رفته این صحبت ها رو اونجا کرده. حالا که ما خیلی عصبانی بودیم و همه میهم پرستان فکر میکنم عصبانی بودم، من به شخص خیلی عصبانی بودم و آمدم در این برنامه هفته گذشته شنبه حسابی اعتراض کردم، به سوابق مجاهدین پرداختم، اعتراض کردم، گفتم هم که این برنامه رو من میدونم که میبینید. کسای دیگه هم اعتراض کردن، در توییتر خود مایک پومپو از قرار رفتن نوشتن امنیانون، برحال اعتراضات زیاد بوده که آقای پومپو مجبور شده که یک مصاحبه ای با حضورتون از کنم که با انجمن نفتی بکنه. حالا بگذاریم نفتی چیه، اتحادیه ملی برای دموکراسی، گروهی هستن که با اونها یه مصاحبه کرده، که بعد این مصاحبه خیلی جالبه، بعد
ترجمه به فارسیش هم کردن، چون خیلی ها خواهانش بودن که به فارسی ترجمه بشه، یعنی صدا بذارن هم راجع به کسی که داره سوال میکنه به فارسی صدا بذارن، هم اون کسی که آقای پومپئو که پاسخ میده به فارسی جواب بده. درست بعد از مصاحبه با مجاهدین، بعد از برنامه ماست، بعدن این کار انجام گرفته. ببینید خیلی جالبه، چون آقای پومپئو در اینجا چی گفته، حالا میذارم براتون، گفته که هر دوشو میذارم. اول اونی که آقای پومپئو گفته که در جمع مجاهدین اون حرف بی ربط و زده، اینو میذاریم شماره 6 مهندس سیاوش خان. پومپئو رو سرته نشون میده، برای اینکه واقعا این حرف یه دفعه سرته شد با این حرفش. شماره 6 مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم. And I know that in the end the Iranian people will have a secular, democratic and non-nuclear republic. The actions in 1979 were, of course, a key turning point. To understand Iran and its rightful place in history, we must unpack what happened in 1979. I think it's why Iran will never return to rule by a dictatorial Shah or theocratic regime. This fight is real. This is the real fight. This is the real fight. It began in those first moments, the frightful first moments of the Soviet. بله، دیدید چه او خیلی نطقش، آخه $30,000 آدم باید این حرفا رو بزنه آقای پومپئو. بله، بعد نشته میگه که آره انقلاب 79 نشون داد که مردم ایران دیگه نه میخوان که دیکتاتوری شاه باشه، که ایران با دیکتاتوری شاه چه میدونم فرمان روایی بشه، نه نمیدونم مذهبی. این مجاهدین یهو خودکشی کردن، پشتو نکرفت دادم. خب $30,000 بهش دادین که همینو بگه ها؟ آخه چرا پولتون رو حروم حرس میکنین؟ هرچند که این پول خودتون نمیدین، مامان انگلیس دستور میده عربستان سعودی و جاهای دیگه این پولا رو بدن به شما، اما ما مفت هدرش میدین. میدونین هدر به این آب نبات قندی بخرین بهتر میتونین ازش استفاده کنین تا امروز پومپئو این حرف رو تو برنامه شما بزنه، 3-4 روز بعدش بیاد ببینید چی گفته الان، بدونین که دیگه پولی بگیره، مفت مجانی بدونی که پولی بگیره. اومده مصاحبه کرده، در مصاحبهش ببینید چی گفته. گفته با همین انجمن نفتی که مصاحبه کرده، گفته چی؟ گفته ما به خواست مردم ایران احترام میذاریم و چه پادشاهی باشه چه جمهوری باشه، ما چه جمهوری باشه. و بعد در پاسخ این پرسش که جمهوری یا پادشاهی مشروطه پارلمانی، پومپئو میگه این مردم ایران هستن که انتخاب میکنن، در نهایت آنچه که مردم ایران انتخاب میکنن باید عمیقا مورد احترام و استقبال قرار گیرد و تشویق و حمایت بشود، نه تنها توسط ایالات متحده بلکه توسط همسایگان عرب آنها نیز باید حمایت شود، حتی حمایت شود. و من برای آن روز و شادی مردم ایران دعا میکنم. یعنی در پاسخ این پرسش، جمهوری یا پادشاهی مشروطه پارلمانی، ایشون گفته این مردم ایران هستن که انتخاب میکنن، در نهایت آنچه مردم ایران انتخاب میکنن باید عمیقا مورد احترام و استقبال قرار گیرد و تشویق و حمایت شود، نه تنها توسط ایالات متحده بلکه توسط همسایگان عرب آنها نیز باید حمایت شود. و من برای آن روز و شادی مردم ایران دعا میکنم. یعنی چه پادشاهی باشه چه جمهوری باشه، طرف ازش میپرسه، الان میذارم، که شما میخواید جهت خاصی بگیری؟ یعنی منظورش اینه که جهت جمهوری رو بگیری. میگه نه من اون چی که مردم انتخاب میکنن، چه پادشاهی باشه چه اون باشه، ما حمایت میکنیم از خواسته مردم ایران. خب
حالا اینو گوش بدید آقایون و خانمان مجاهدی، نمیخواستم این حرف بزنم ولی خیت شدین. آخه چرا پول ملی میدین به یکی که میاد اونجا اینو براتون میزنه دو سر این حرف باز خاطر تو میل شما میزنه، بعد در یه هفته نمیکشه میره در مصاحبه دیگری واقعیت هایی که باید بگه میگه، چون اینجا دیگه پول نگرفته، پس واقعیت رو اینجا داره میگه، اونجا پول گرفته مجبور یه چیزی با میل شما بگه. مهندس سیاوش خان شماره 7 اگر ممکنه لطف بفرمایید، هم به فارسی صدا گذاشتن روش دقت بفرمایید. من باز اطمینان دارم که اونها دیدند اکنون شریکی در امریکا دارند که وقتی به خیابون ها میان از اونها حمایت میکنه. اونها دیدن که وزیر خارجه ایالات متحده با اعتراضات اونها همراهی و حمایت میکنه. اونها مشاهده کردند که یک رئیس جمهور امریکایی وجود داره که وقتی با اونها بدرفتاری میشه و در داخل کشورشون نقض حقوق بشر وجود داره، وقتی تصمیم میگیرن اعتراض کنن، رئیس جمهور امریکا هم در کنار اونها خواهد بود و بنابراین تصمیمات رئیس جمهور در ساخت فرصت‌های تاریخی چندگانه بود. کاملا درسته. حتی برای اولین بار در تاریخ یک رئیس جمهور آمریکا و در صفحه رسمی توییترش یک چیز رو در مورد ایران توییت کرد، یعنی در مورد این موضوع توییت کرد و فکر می‌کنم اون توییت اگه اشتباه نکرده باشم تا به امروز بیشترین بازدید در تاریخ توییتر فارسی رو به خودش اختصاص داده. بنابراین این مطمئنن یک اتفاق تاریخی بوده. آقای وزیر، اجازه بدید علاقه و شوق مردم ایران رو هنگام اعلام این رویداد اعلام کنم. من مطمئن هستم که میتونید تصور کنید ما حجم بسیار زیادی از ابراز علاقه رو دریافت کردیم و مردم از اینکه شما سخاوتمندانه وقت خودتون رو برای نشست امروز در اختیار ما گذاشتید بسیار خوشحال شدن. ده ها شاید هم صدها سوال دریافت کردیم. برخی از اونها از جانب ایرانی آمریکایی‌ها مطرح شده و برخی دیگه از داخل ایران. در واقع افرادی از داخل ایران بودن که حتی سوالای خودشون رو به رغم مشکلات امنیتی که وجود داره در قالب ویدیو برای ما ارسال کردن. من میخوام پاسخ شما را در مورد برخی از این سوالات داشته باشم. این پرسش مازیار از مشهد، شما در واقع به افراد زیادی از مشهد و در زمان خودتون صحبت کردید، مکان شگفت انگیزیه. پوزش من رو بابت این که از روی مطلب میخونم پذیرا باشید. آقای وزیر، به عنوان وزیر خارجه شما در ایران بسیار محبوب بودید. از شما سپاسگزاریم که پس از 4 دهه از طول عمر این رژیم صدای ما رو میشنوید. همه ما موافقیم که دولت آینده ما باید سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر باشه. حالا ممکنه کسانی اون دولت دموکراتیک رو در قالب جمهوری ببینن و دیگرانی هم باشن که اون رو در قالب پادشاهی مشروطه پارلمانی. همه ما در مورد محتوای دموکراتیک توافق داریم، اما ممکنه در مورد شکل اون اختلاف نظر داشته باشیم. من روزی رو میبینم که کشور ما از شر این رژیم خلاص شده و آزادانه تصمیم میگیریم. نوع حکومت نیز به زودی مشخص میشه. اگر در اون زمان شما همچنان در قدرت بودید، اون موقع و پس از این رویداد، یعنی انتخاب نوع حکومت، حال پادشاهی مشروطه پارلمانی و یا جمهوری، جانب یک سمت رو میگیرید و انتخاب میکنید یک سمت خاصی رو، یا از نتیجه‌ای که ما مردم ایران انتخاب کردیم استقبال و حمایت میکنید؟ پاسخ به این پرسش ساده است. من کاری رو میکنم که در انقلاب خودمون انجام دادیم. این ممکنه یک انقلاب یا ضد انقلاب در ایران باشه که مردم باید ماهیت حکومت بعدی رو مشخص کنن. رضایت مردم ایران ضروریه، نه تنها به این دلیل که این کار از نظر اخلاقی درسته، بلکه برای یک ملت مستقل ضروریه و مردم ایران مستحق هر ذره از حاکمیت خودشون هستن. اونها اون رو به دست آوردن و دارن. اونها برای اون مبارزه کردن و من مطمئن هستم که این یک چالش سخت خواهد بود و افرادی وجود خواهند داشت که وقتی در نهایت به زمان دستیابی مردم ایران به حکومت مورد نظرشون و اونچه که اونها میخوان دست پیدا کنن، در این راه فدا شدن. اونها سپس به شیوهی درست نوع حکومت آیندهشون رو مشخص میکنن، هرچند ممکنه متفاوت از اونچه قانون اساسی ما میگه باشه. اینکه اون انتخاب با اونچه پیش از اون، یعنی جمهوری اسلامی در ایران بوده، متفاوته،
من مطمئن هستم که چنین خواهد شد. مطمئناً عناصر و افراد دیگری هم وجود خواهند داشت که ایده های متفاوتی از آنچه انتخاب شده دارند. اما در نهایت اونچه مردم ایران انتخاب می کنند باید عمیقاً مورد احترام و استقبال قرار بگیره و تشویق و حمایت بشه، نه تنها توسط ایالات متحده بلکه توسط همسایگان عرب هم باید حمایت بشه. من برای اون روز و شادی مردم ایران دعا می کنم. من برای روزی دعا می کنم که رهبری ایران در موقعیتی باشه که بتونه توافقنامه ابراهیم رو هم امضا کنه، جایی که ایرانی ها میتونن به ملت هایی بپیوندن که میگن ما فقط میخوایم در صلح و رفاه زندگی کنیم و خانواده هامون رو به شیوه ای که میخوایم تربیت کنیم. ما دولتی داریم که نسبت به نیازها و خواسته های ما و چیزهایی که دوست داریم و گرامی میداریم پاسخگوئه. مردم ایران تاریخی غنی دارن و من مطمئن هستم که روزی اون فرصت را به دست خواهند آورد و هر کسی که رئیس جمهور ایالات متحده در اون مقطع زمانی باشه احترام عمیقی برای این روند قائله و به مردم ایران اجازه میده تصمیمات خوبی برای خودشون بگیرن. خب ملاحظه کردید؟ این خیلی مهمه، مهم از چه نظر؟ خیلی چیزها رو به ما میگه. اول اینکه ثابت شد سخن من که هر ملتی در سرنوشت مملکت خودشون نقش بسیار مهم و اساسی داره. الان ببینید آقای پومپئو رفت اونجا اون حرف رو زد که در دیکتاتوری شاه نه چی چی، ولی وقتی که با اعتراض ملت، با اعتراض مردم، با اعتراض ما روبرو شد، فهمید که نه، نمیتونه، اینجوری نیستش دیگه. سال 79 نیستش، نسل انقلاب 57 نیستش که بگن دی شاه دیکتاتور اونا هم زوب بکنن و بگن مرگ بر شاه، بشکن بالا بندازن. این نسل عوض شده، مردم الان خواسته واقعیشون چیز دیگری هستش. برای همینم وقتی که اون کسی که پرسش میکرد گفتش که اگر که در واقع رای گیری بشه و در رای گیری نظام پادشاهی رای بیاره، آیا شما سمت خاصی رو میگیرید، حمایت میکنید؟ منظورش این بود که اون وقت شما جمهوری رو ازش حمایت میکنید. چی گفت آقای پومپئو؟ گفت سمت خاصی رو حمایت، سمت خاصی رو میگیرید یا از اون چی که مردم ایران انتخاب کردن حمایت میکنید؟ یعنی اگه نظام پادشاهی رو آوردن از اون حمایت میکنید یا اینکه سمت جمهوری رو میگید؟ پومپئو چی گفت؟ گفت این خیلی ایزیه، خیلی راحت سوال پاسخش اینه که ما به خواست مردم احترام میذاریم و اون چیزی که مردم انتخاب کنن نه تنها مورد احترام و حمایت ما هستش، امریکا هستش، حتی باید کشورهای عرب منطقه هم باید احترام بذارن و حمایت بکنن از خواست مردم ایران. پس هم میهنانم، خواهش میکنم، تمنا میکنم این صدای منو بشنوید. دیدید اعتراض چقدر مهم بود؟ فقط ما اعتراض کردیم، تو پتانگ و تفنگ نذاشتیم که به جنگ بریم. که هفته پیش ما فقط اعتراض کردیم، یا کسان دیگه اعتراض کردن، شدیداً هم اعتراض کردم، من به شدت اعتراض کردم چون خیلی عصبانی بودم، واقعا عصبانی بودم از اینکه اونم رفته تو گروه تروریستی که کلی در واقع مستشارای امریکایی رو ترور کردن این حرفو زده. ملازم کنید یه گروه تروریستی که زمان اوباما تازه از لیست تروریستا درشون آوردن. به هر حال شدیداً هم اعتراض کردم، بی ادبانه نکردم ولی به شدت عصبانی بودم و اعتراض کردم. ولی ببینید پاسخم گرفتم، دیگرانی هم که اعتراض کردم پاسخشون رو گرفتم. بنابراین این که بارها و بارها گفتم و تکرار میکنم، هم میهنانم به ویژه اونهایی که داخل ایران هستید، شما هستید که سرنوشت مملکتتون رو تعیین میکنید. ننشینید به هوای این که امریکا بخواد بیاد کاری بکنه، انگلیس کار بکنه، اروپا بکنه. اینها برای ما کاری انجام نمیدن، اینها به میل خودشون اون چی که منافع ملی خودشون رو تأمین میکنه سر کار میارن، اگرم بیارن. و وقتی که یک نفری که منافع ملی غرب رو برآورده کنه سر کار بیاد در مملکت ما، هیچ وقت منافع ملی ما رو رعایت نمی کنه، ملت ایران رعایت نمی کنه.
اعتراض هم کنیم تو سرمون میزنن، مثل همین طالبان که تو سرشون، مثل همین جمهوری اسلامی که 40 خورده سال تو سر ایران ایرانی زدن. نه اینا رو همین غربی ها آوردن در کنفرانس گوادالوپ. الان دیگه تمام اسناد مدارکش هست که این کارتر 500 میلیون دلار پول داده به خمینی، یه گفته برو اون کارها رو بکن تو نفل شاده که بوده. الان دیگه تمام مدار انگلیس چقدر خرج کرده، زحمت کشیده، فرانسه همینجور، آلمان همینجور، الان دست همهشون رو شده، خودشون رو کردن بخش اعظمش و اسنادش رو کردن که چه نقشی داشتن در انقلاب اسلامی 57. اینا واسه ما درست کردن، خمینی رو امام کردن، فرستادنش ایران. یک اگر باز ما نشستیم که غرب برای ما کار بکنه، همین کار باز خواهد کرد، یکی شبیه به این و امثال این رو باز همون میارن روی کار در ایران. یک کسی مثلا اون، یعنی چیه، صادق زشکلامه، کیه اون، اونو مثلا فریب میکنن، یا اون معصومه خانومو که هی توی حالا پریروزا چند وقت پیشا مصاحبه میکرد، خیلی پوز میداد، من حتی پیش از ازدواجم حامله شده بودم. آفرین به تو، به 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 به، چه هنری. حالا اینا ما باید به عنوان مثبت بگیریم، از تعریف تمجید کنیم، یعنی هنرت بوده یا اینکه نادرست بوده این کارت، بالاخره کدوم یکی که با افتخار اومدی تو تلویزیون داری میگی؟ نه به هر حال یا همچین آدم هایی رو برم دادم میارم تو آب نمک خوابوندن براتون، میارم میزنن سر کار. تا وقتی که خودتون اون کسی رو که میخواین و بهش اطمینان دارین که برای من کسی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی رو نیارین سر کار، هر کسی دیگری بیارن سر کار و هر حکومت دیگری غیر از مشروطه پارلمانی رو بیارن در ایران سر کار، ما بدبخت و بیچاره فلک زده تر از همین الان افغانستان خواهیم شد. از الان من بدبختتر خواهیم شد، اینو بهتون بگم. یعنی همیشه یه چیزی میارم بدتر از اون اولی که تو به اون اولی راضی بشی. نه، برای افغانستان جمهوری اسلامی آوردن که خیلی از زنان اونجا ناراضی بودن، چون به هر حال بعد یه لچکی مینداختن رو سرشون، شالتوری یا هر چیزی، ولی الان بلایی به سرشون آوردن که به اون قبلی راضی هن. ما را همین کار خواهن کرد تا زمانی که خودمون بلند نشیم و برای دستمون رو به زانو نگیریم، بلند نشیم و خودمون اقدام نکنیم برای شخصی که میخوایمش، که هست، حی حاضره، برای ما داره فعالیت میکنه، مبارزه میکنه، 43 سال داره برای ما مبارزه میکنه. حالا بذار مجاهدین پول بدن، پول داشون هم اینا بگیرن بخورن برن براشون این حرفا رو بزنن، بعدش که در یه جایی که دعوت میشن بدون هیچ پولی، بدون هیچی، باید واقعیت امر رو بگن، میبینید که چی میگن. بنابراین اونا پولشون رو حروم کردن، گفتم اگه برن آب نه خروس قندی بخرن بخورن بهتره تا اینجوری خیت بشن، پولشون هم هر در بیاد. اصلا میگم پول که از اونا ندادن، فرنگی ها دادن بهشون، اینا خرج این کارا میکنن. لازم میکنی یه سری پیرزن پیرمرد تروریست نشستن اونجا، حالا میخواد نتیجه بحث ما کاری بکنن؟ نه نمیکنن هیچ. برحال همشون فسیل شده، همشون هم دست بر نمیدن. یکیش همین بنی صدره. ببینید بنی صدر نقش بسیار مهم و اساسی در انقلاب اسلامی 57 داشت. من حالا براتون سخن میگم، یک شنبه راجع به انقلاب اسلامی 57 صحبت میکنیم ما. خب به وقت برنامه به پایان رسیده، ولی خب این خبر خوشی بود که اعتراض بکنید، مردم، خودمون میتونیم اون چیزی که میخوایم در مملکتمون پیاده بکنیم و اون شخصیتی رو که میخوایم سر کار بیاریم و اون نوع حکومتی رو که میدونیم برای کشورمون مفیده، یعنی پادشاهی پارلمانی رو سر کار بیاریم. ما میتونیم این کار رو بکنیم. نشون داد مشت نمونه خروار است. دیدید؟ خیلی. ما به پایان برنامه رسیدیم با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه، مهندس سیاوش خان عزیز. برای شما عزیزان شب و روز خوشی را آرزو میکنم. روز و روزگار خوش.